یک روز پس از نشست رودررو میان نمایندگان روسیه و اوکراین، یک مقام اوکراینی گفته است که حملات نظامیان روسیه در اطراف کیف پایتخت اوکراین به روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. در نشست روز سه‌شنبه که به میزبانی ترکیه در شهر استانبول آن کشور برگزار شد، روسیه متعهد شد که فعالیت نظامی خود را در اطراف کیف و مناطق شمالی اوکراین کاهش خواهد داد. به دنبال این نشست، قصر سفید گفت که هیچ کس نباید فریب این اعلام روسیه را بخورد. هر تحرک قوا در اطراف کیف به معنای اعزام مجدد است، نه خروج قوا. و جهان باید آماده یک حمله بزرگ بر دیگر نقاط اوکراین باشد. همه باید این انتظار داشته باشند که ما شاهد حملات در سراسر اوکراین خواهیم بود. در عین حال، یک مشاور ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که اردوی روسیه برخی از نظامیان خود را از نزدیکی کیف به شرق اوکراین اعزام کرده تا نظامیان اوکراینی را در آنجا محاصره کنند. در نشست روز سه‌شنبه، علاوه بر تعهد روسیه مبنی بر کاهش فعالیت‌های نظامیش در اطراف کیف، اوکراین نیز پیشنهادات خود را برای یک توافق احتمالی صلح با روسیه ارائه کرد. بی‌طرفی اوکراین در آینده از پیشنهادات عمده کیف بود، ولی مشروط بر این که امنیت اوکراین تضمین شود. با وجود خوشبینی‌های ترکیه نسبت به این نشست، مسکو به روز چهارشنبه گفت که هیچ پیشرفت عمده در آخرین دور مذاکرات با اوکراین نداشته است. پیشنهادات را که اوکراین بر روسیه پیشکش کرد یک فاکتور مثبت است، ولی در ارتباط به سایر موضوعات ما چیز بسیار امیدوار کننده یا پیشرفت را بیان کردن نمی توانیم. کار بسیار طولانی باقی مانده است که باید انجام یابد. در حالی که تهاجم روسیه بر اوکراین وارد پنجمین هفته شده است، سازمان ملل متحد می گوید که در جریان این مدت بیش از 4 میلیون نفر اوکراین را ترک کرده است. با گفته این سازمان 2.3 میلیون این پناهجویان وارد پولند شده اند. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.